بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما بخیر. الحمدلله رب العالمین. امروز هم توفیق این رو داریم که به صورت زنده و مستقیم استدیو بین الحرمین مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام از همجواری با حرم مطهر آقا سید الشهدا شهر مقدس کربلا با برنامه سلام کربلا در خدمت شما بزرگواران باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن اب الشرور و اتباعه. عزیزان بیننده، با برنامه سلام کربلا آیتم طب و زندگی در خدمت شما بزرگواران هستیم. شماره برنامه 219 هستش و انشاءالله تکرار برنامه همین امشب ساعت 10 شب و در حدود بین 3 تا 24 ساعت هم طول میکشه تا همین برنامه روی یوتیوب قرار بگیره و موضوع برنامه امروز ما استرس هستش. طبق معمول روزهای زوج، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، امروز هم توفیق این رو داریم در خدمت جناب آقای دکتر محمود زنگن متخصص طب اسلامی و چینی باشیم و طبق وعده ای که ازشون گرفتیم انشاءالله در ارتباط با استرس برای ما صحبت خواهند کرد. من خدمت ایشون به نیابت از شما عرض سلام و عرض ادب و احترام و خوش آمدگویی دارم خدمتتون به استدیوی بین الحرمین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. روز شما بخیر، روز بیننده عزیز بخیر. من در خدمت هستم انشاءالله. خواهش میکنم. اگر اجازه بدید با توجه به موضوعیت برنامه امروز از توصیه های پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به آقا امیر المؤمنین در ارتباط با موضوعمون، بنده یک حدیثی از عزیزی دستم رسیده خدمت بینندگانمون به اشتراک بگذارم و انشاءالله صحبتهای شما رو در ارتباط با استرس بشنویم. از توصیه های پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام: ای علی، کسی که استراب و نگرانی بر او مسلط شود راحتی و آسایش از او دور خواهد شد. پس ببینید، کلام پیامبر به امیر الکلام آقا امیر المؤمنین: ای علی، کسی که استراب و نگرانی بر او مسلط شود راحتی و آسایش از او دور خواهد شد. سفارش آقا امیر المؤمنین در ارتباط با دور کردن هم و غم، بهترین دور کننده هم و غم یعنی نگرانی و اندوه، رضایت دادن به قضای
الهی است. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، بدانید که با یاد خدا دلها آرام میگیرد. ان شاء الله با ذکر یا رب، سبحان الله، الحمد لله و شکرن لله همیشه قلبی آرام داشته باشید. بشنویم صحبت‌های جناب دکتر محمود زنگن، متخصص طب اسلامی و چینی رو در ارتباط با استرس. عذرخواهی می‌کنم جناب دکتر. عذرخواهی می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك و لعن عدوهم و من خالفهم من الجنة والإنس أجمعين آمین رب العالمين. مشکلات عصر، مشکلات امروز خودش مشکلات روحی هستش، مشکلات اضطراب و استرس. واقعا همون که شما توی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموندید که من هر وقت اضطراب یا استرس یا مشکلات روحی وارد میکنم، بیشترینش وارد من از دست خودم به من وارد میکنم به بدنم، خب آسایش و راحتی و سلامتی و همه چیزی از دست میدم دیگه. این مقابلش اینه. خب بله، الان میبینیم چجوری ما وارد میکنیم این اضطراب یا چجوری مشکلات اضطراب حل میکنیم. خب ما میدونیم دو قسمت جامعه، دو قسمت، یه قسمت نصفش مرد نصفش هم زن دیگه، درسته؟ این تشکیل جامعه هستش. معمولا کارهای سنگین به گردن آقایون میافته، کارهای سنگین تر به گردن خانم ها میافته. این کارهای سنگین تر خودش تربیت و دیگه بچه ها، نگهداری از بچه ها و از خونه و درست کردن غذا، این یه سنگینی که آقایون حس نمی کنن واقعا. خب خانم ها سنگینی آقایون هم حس نمی کنن، میگن خب داره میره از صبح تا شب بیرونه، با هزار نفر حرف میزنه، با هزار نفر میبینه، میره هزار جا و میاد نمیده، فکر میکنه این ترفیه براش، فکر نمیکنه که این مشکلات براش، این فشار براش، با هزار نفر برخورد میکنه. ببخشیم تو جامعه همه چیزی هست، دوز هست، خوب هست، بد هست، معتاد هست، همه چیزی هست. این آقا باید با هزار نفر، هزار جور و هزار تفکر و هزار روحیت باید برخورد میکنه، اگر راننده تاکسی یا اگر فروشنده یا اگر صاحب مغازه یا هر چی که از خودش کارش چی بود دیگه، باید با اینا برخورد میکنه، باید تحمل کنه. برای چیه این؟ برای کسب رزق و روزی، برای شما، برای خانم، یعنی برای بچه ها. پول هم خودش برای چی نمیخوره؟ آدم پول نمیخوره، میخواد کار میکنه، پول حقوق میگیره دستش، میاره غذا، لباس، چیزی برای خودتون، در برای منزل. آسایش بله. خانواده شما باید، خانم هم باید توقعاتون زیاد نباشه، خصوصا در این موقعیت یک سال که گذشت که موقعیت کرونا شد و مشکلات اقتصادی که کل دنیا عوض شد، نه فقط در ایران یا در عراق یا در امریکا یا در استرالیا، همه دنیا، همه جا، همه چیز عوض شد، فراگیر بوده همه بله. جا. و این مشکلات شما باید یه خورده توقعاتون کم باشه از آقا و از همسرتون و از شوهرتون، و یه خورده باید مراعات کنین، بدونین که این بدبخت از صبح میزنه بیرون بابت رزق و روزی، نمیدونین شما چی بلاهای سرش داره میاد یا میافته، چی سختی های داره میافته. این میاد داخل، این وارد میشه براش. الان چه وقت این سختی ها کشید، منعکس شد برای روحیت خودش، این وارد شد به بدنش، خب میاد برمیگرده تو خونه. اینم اگر شما برخورد منفی داشتین، این رفت، این مشکلات یا این انرژی منفی که خودش استقبال کرد در درونش، در بدنش وارد شد، منتقل میکنه به خودت و به بچه ها، به خانواده. ما باید بدونیم چجوری برخورد میکنیم با این همسرمون، هم این آقا که اومد از خارج از منزل
و چجوری ما راحت میکنیم، یعنی راحت برخورد میکنیم باهاشون و این انرژی منفی کسب نکنیم، برعکس باید دور کنیم از بدنش، خارج میکنیم از بدنش. خب ما دو تا دستگاه عصبی داریم تو بدنمون، مشکل که زمام امور بدنمون، خودش تصمیم گیر بدنمون، خودش توزیع میکنه انرژی، خودش کارهای بدنمون انجام میده، خوب توزیع میکنه. بس. یه عصب، یه دستگاه عصبی سمبتاوی ما میگیم بهش، یه دستگاه عصبی بارا سمبتاوی. این سمبتاوی برای اضطرار، یه دستگاه اضطراری بدنمون، یه دستگاه عصبی اضطراری برای بدنمون. بارا سمبتاوی دستگاه عصبی معمولی بدنمون که من و شما الان داریم صحبت میکنیم استفاده میکنیم ازش. خب بله. این در حالت عادی، این در حالت عادی. اما در حالت اضطراری، مثلا یه خدا نکنه بم منفجر شد، یا یه آتیش شد، یا یه مشکلی شد جلو خودم، یا مثلا من الان تو جنگل هستم، رفتم داخل جنگل، وارد شدم داخل جنگل، یه شیر اومد روبرو من، چه کار میکنم الان؟ اینجا عوض میشه از بارا سمبتاوی، دستگاه عصبی سمبتاوی عوض میشه، یه سویچ داره، یه دگمه داره، عوض میشه از سمبتاوی، از بارا سمبتاوی برای سمبتاوی، برای سیستم اضطراری. سیستم اضطراری چه کار میکنه در بدنم؟ این سیستم اضطراری، سیستم معمولی، خون رسانی برای کل اعضای بدنم. خب یکی از کارهاش، خب الان این سیستم اضطراری که سمبتاوی هستش چی کار میکنه؟ این فقط خون میرسونه برای کجاها؟ اون جاهایی که من بدنم نیاز داره برای نجات دادن من. خب چی مثلا، چی کار باید بکنم؟ کجا میرسونه؟ خون میرسه فقط برای مغز، برای تو خوب فکر میکنه، برای قلب که نیاز داره. خب برای پاهای من باید بدوم دیگه. خب شیر اومد روبرو من تو جنگل هستم، یا آتیش شد، یا بم منفجر شد، من چیکار؟ خب نمیشه بمونم همون جایی، باید فرار میکنم. عکس العمل اولین خب کار اینه که انسان فرار میکنه. خب همین کار که شما داری میگه عکس العمل فرار دادن، این کار دستگاه عصبی سمبتاوی. خب میگه الان، میگه برای معده، برای هضم غذا من نیاز ندارم، در حالت اضطراری برای هضم غذا نیاز ندارم، برای پوست بدنم نیاز ندارم خون، برای موسرم، برای انگوشتم، برای ناخونم نیاز ندارم، میخوام نجات بدم خودم. خون و قدرت اضافی و تمرکز قوت سیستم عصبی در پاهام میافته مثلا، یا در دستام که میخوام فرار میکنم، برای مغزم و برای قلبم، اینها که نجاتم میدن الان. خب بس. این شوک میگن بهش، منفجر شد یا آتیش شد یا تو جنگل اینجوری شد، شوکه شدم. همین حالت شوکه دادن، این سویچ یا این دگمه عوض میشه، از تبدیل میشه از سیستم باراسمبتاوی برای سمبتاوی، برای حالت طوارئ ما میگیم بهش، اورژانسی. بله اورژانسی. خب الان فرار کردیم، این مشکلم تموم شد. پیش خیلی ها این شوک میمونه و این سویچ دیگه بر نمیگرده به حالت قبلیش، یعنی ما بعد از این مشکل حل میشه، نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت، یک روز، چقدر طول میکشه این مشکل حل میشه، خودم نجات دادم، استراحت میکنم، این دگمه خودش، من دارم شرح میدم، دگمه واقعا دگمه نیست خودش، ولی کلش هم تو مغز. بله. اینجا ها سویچیه. بله. که اوتوماتیک وار خودش عوض درسته. میکنه. بله. بله. که الان این بعد از این مدت یک ساعت یا چند ساعت من استراحت کردم، از شوک اومدم بیرون، این دگمه باید عوض میشه، میره برای بارا سمبتاوی. خیلی ها، پیش خیلی ها الان، پیش خیلی ها الان چی کار میکنه؟ میمونه سر جاش، بر نمیگرده. همون بر نمیگرده اینجا
تو این سیستم سیمپاتیکی ما کورتیزول بدنمون میره بالا. چه وقت کورتیزول بدنمون رفت بالا، همین مشکلات برای اولی چی برای نجات خودمون دیگه ما باید استفاده میکنیم ازش، ولی اگر این سویچ تبدیل نشد میمونه کورتیزول بدنمون میمونه بالا و به مشکلات عصبی و روحی و افسردگی و اینا منجر میشه. خب برای کیا این مشکل میمونه؟ برای همه، یعنی تبدیل میشه برای همه، ولی یه میزون بیشتر درصدی داره و یه میزون کمتر هم داره. برای اونها که مشکل ببخشید خلط سوداوی در درجه یک تقریبا 60% میمونه، 60% میمونه. بعدش برای گروه های خون یا برای صفراوی مزاج هستن این دومینشون، بعدش برای خونی، بعدش برای بلغمی. اونها این بخورات، ببین یه بخار داریم، بخار سوداوی داریم تو ما میدونیم بخار دیگه سبوکه، کجا میره؟ منتقل میشه بالا، حرارت دیگه. خب میاد کجا بالا؟ تو مغزمون، بالاترین نقطه که تو بدنمون هست مغزمون. خب میاد تجمع میشه اونجا، این باید خارج میشه از مغزمون. خب بخورات خلط بلغمی همینجوری. خب الان حالت زیاد ازشون رسوب میشه این بخورات و تبدیل میشه به خلط سوداوی در داخل عروق مغز. اینجا مشکلمون شد، باید تخلیه برای درمان کردن حالت افسردگی برای اونها که استرس و استراب و مشاکل روحی و روانی دارن، باید تخلیه خلط غالب در عروق مغز باید انجام. کدوم خلط غالب؟ اولینشون خلط سوداوی. بله. که جنون میاره. خب الان میایم دنبال درمان، راه‌های درمان هست، خیلی زیاد راه‌های درمان. اولین چیز باید بدونم خلطم چیه. این هم طول میکشه معمولا، نه فقط یک بار استفاده کردم که من درمان شدم، ولی به مدت 2 هفته اول یه 20-30% ببینن خودشون بهتر میشن، جوابگو هست. بله. چی کار میکنیم؟ تخلیه خلط غالب شروع میکنیم. بهترین چیزی برای استخراج کردن و استفراغ کردن خلط غالب از عروق سر استقدوس هندی. من همیشه تکرار میکنم تو کل برنامه ها، خودش درمان اساسی استقدوس هندی نباید از خونه هاتون بیرون باشه. یعنی همیشه باید همیشه هر روز مصرف کنید بدون ضرر. روحیت صاف میکنه، آدم شاد میکنه، خلط سوداوی خارج میکنه از بدن، از اعماق عروق مغز خارج میکنه. خب میایم بعد از خارج کردن خلط سوداوی، یا میدونیم من مزاجم چیه باید انجام میدم دیگه، همون که مراجعه میکنیم به قسمت اخلاق میدونیم خارج کردن و اصلاح کردم خلطم. در دومین چیزی باید حذف میکنم غذاهای ضرردار برای من، که اونها که کورتیزول بدنمون میاره بالا. یعنی چی؟ یعنی مراجعه میکنیم به قسمت برنامه کیتو، باید برنامه کیتو باید انجام میدیم به مدت 100 روز کامل، 100 روز کامل برنامه کیتو باید انجام میدیم. نه غذای شیرین باید نمیخوریم، قند نمیخوریم، آرد نمیخوریم، حبوبات نمیخوریم، یعنی کربوهیدرات و قند و غذاهای مصنوعی و روغنهای مصنوعی، اینها باید اجتناب میکنن. بله. اگر اجتناب کردن این با استفاده کردن از پاکسازی برای بدنم، این 50% از درمان، 50% از درمان بدون استفاده کردن از هیچ دارو. خب اگر استفاده کردم استقدوس هندی شد 70% باهاش، دیگه چقدر میمونه؟ 30%. 30% الان میخوام انجام میدم درمان اساسی. درمان اساسی شروع میکنم با 2 چیزی، با گیاه، با قرآن شروع میکنم. خب سوره مبارکه علم نشرح لک صدرک الانشراح. خب اونها که مشکلاتی روحی دارن الان جدید یا قدیم دارن چیکار میکنن؟ بدنشون پاکه، با خودکار بنویسن رو سینه هاشون.
علم نشرح لك صد سوره کامل منو سر روسینه هاشون خودش چیه؟ علم نشرح لك صدرک. دیگه درسته، من کجا گذاشتم اسم خدا؟ رو صدر روسینه من. خب اینجا گذاشتمش. این راه حل خیلی تجربه کردم، واقعا فوق العاده عالی. خب یه کار دیگه انجام میدم، تو یک کاغذ سفید بدون خدار می نویسم سوره مبارکه علم نشرح لک صدرک، به عنوان مثل گردن بند میندازم تو گردنم، تو یک کیسه، تو هر چیزی میذارم تو گردنم میندازم. دعا آویزایی که به دعا درش می نویسن و میگذارن. بله درسته. خب یه کار دیگه باید انجام کرد، یه پشتخواب سفید، شیشه‌ای سفید باید باشه. خب با. هیچ نقش نداشته باشه. خب می نویسیم علم نشرح لک صدرک با خودکار، با زعفران، با زعفران می نویسیم توی پشتخواب سفید. خب گلاب میذاریم روش، ذوب میکنیم، حل میکنیم این نوشته ها با گلاب و میل میکنیم صبح نشتا بعد از نماز صبح میل میکنیم. این هر روز باید انجام میدم این کار به مدت 7 روز، 7 روز کامل، 1 هفته. شروع کردم از پنجشنبه مثلا تا جمعه، شروع کردم از دوشنبه مثلا تا سه‌شنبه. نگه من یه بار میشینم همشون مینویسم، نه، باید این کار هر روز انجام میده. خودش بشینه با دست خودش بنویسه صبح، یعنی چه وقت شد امروز، چه وقت شد مثلا روز دوشنبه، روز پنجشنبه، اون روز باید انجام میده. خب به مدت 1 هفته کامل و بعدش با یه خورده حل میکنه با آب گلاب، میتونه اضافه میکنه عسل طبیعی یه خورده روش و آب میتونه اضافه میکنه روش و میل کنه صبح نشتا به مدت 1 هفته کامل. تموم شد. این یه راه حل خدایی و آسونه. کار دیگه انجام میدیم، جاهایی که ما میخوابیم یا منزلمون، نمک دریایی یا نمک سنگ یا هر نمک که بود، نمک طبیعی باید باشه، تو هر زاوی از خونمون یه خورده پشتخواب یه کوچیکی، یه کاسه نمک میذارم توش. یا اولین چیز قبل از انجام میدم این، بشورم، تمیز میکنم خونمون با آب نمک، هم مرتب یه مدتی 1 هفته کامل هم تمیز میکنم، پاک میکنم خونمون، زمین خونمون با آب نمک. نمک انرژی منفی به خودش میکشه. بله. خب از منزل دور میکنه. خب این نمک بعدش هم نباید استفاده کرده ازش برای غذا، باید بندازیم دور. این چیزی دیگه. الان شروع میکنیم با درمان گیاهی. گلپر، همه میدونیم گلپر چیه. یه خورده گلپر میگیریم، زغال میاریم، وقت غروب 1 ساعت قبل از غروب یه خورده گلپر میذاریم رو آتیش، رو زغال دود میشه، میایم استنشاق میکنیم همین دود گلپر قبل. بله. از غروب باید باشه، روزانه قبل از غروب. اونها حتی اگر جنون دارن بذار استفاده کنن از این، ببینن چی جوری روحیتشون میشه، چی جوری خوب میشن، بهتر میشن. خب بعد از غروب، بعد از اذان مغرب کندر باید بیاریم، زغال میاریم، یه خورده کندر اضافه میکنیم رو زغال، دود بلند میشه، همون دود باید بو کنیم، استنشاق کنیم. نمیذارم اینجا دود و میرم من اون ور میشه، نه، باید استنشاق میکنم همون حالت بخور. خب با حالت بخور، بله، بکشه داخله خودش. همین خلط سوداوی و بخورات خلط سوداوی از مغز سر خارج میکنه، استقلاب میکنه. اینا خیلی مهمه، خیلی مفیده این دو کار. خیلی خب ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم اگر ادامه داره من ساکت بشم و اگر ادامه نداره و میخواهید مثلا درمان جدیدی رو بفرمایید، اگر اجازه بدید چون خسته هم شدید، یه میان برنامه خیلی کوتاه بگیریم و انشالله باز دوباره در خدمتتون هستیم. باشد. مشکلی نداره. باشد. عزیزان بیننده دعوت میکنم شما رو به دیدن تصاویری از حرم مطهر آقا سید الشهدا سلام الله علیه. انشالله تا چند لحظه باز دوباره در خدمتتون هستیم.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بزرگواران. امیدوارم که با دیدن تصاویر آقا حرم آقا سید الشهدا سلام الله علیه فرصت این رو پیدا کرده باشید خدمت امام حسین علیه السلام شهید کربلا عرض سلام و عرض حاجت پیدا کرده باشید و انشاءالله ادامه میدیم برنامه‌مون رو با موضوعیت استرس آیتم طب و زندگی با حضور میهمان و کارشناس برنامه‌مون جناب دکتر محمود زنگنه متخصص طب اسلامی و چینی هستیم. جناب دکتر خسته نباشید. سلامت باشی. ما عذرخواهی میکنیم. میکنم. اینقدر شیوا شما صحبت میکنیم که من اصلا به خودم اجازه نمیدم دخالت بکنم کلام شما رو قطع بکنم که بخوایم حتما یه میان برنامه بگیریم و شما بخواید به قول معروف یک قلب آب بخورید. در خدمت میکنم. هستم. خواهش میکنم. ما در خدمت شما هستیم. سراپا گوش. خواهش میکنم. بله ما الان صحبت کردیم. کلش مشکلمون از طریق خود اخلاط. خب اخلاط هم چجوری صحبت کردیم بابتش چجوری تبدیل میشه چجوری عوض میشه داخل بدنم از همه چیزی خب از فشار زندگی از غذا از هوا از آب از همه چیزی تبدیل میشه خب نسخه هایی که صحبت کردیم بابتش گفتیم مهمه برای تخلیه خلط غالب از مغز چی خودش کندور بخور کردن کندور و گلپر این هم خیلی مفیده نسخه های دیگر معمولا گفتم استقدوس هندی نباید از هر خونه بیرون باشه من میگم مرتب جای چای خوردن و قهوه خوردن روزانه یک لیوان از همه بزرگ کوچیک بچه جوون خانم حامله شیردهه باردار هر چی که باشه همه کل اعضا خانواده اصلا ممنوعیت نداره کل اعضا خانواده یک لیوان از چای استقدوس باید هر روز میل کنن دمنوش استقدوس خیلی مفیده فوق العاده مفیده گل یاس از باغچه ور میدارن یه خورده برگش گلش جوش میدن هم دم میکنن میل میکنن خیلی مفیده گل ساعتی اگر داشتن خود گل یا برگش هم ضرر نداره میشه استفاده کرد ازش یک نسخه میدم که گل زعفران هستش لیمو امانی بابونه با سنبل تیب این چهار تا میزان مساوی میگیرن میزان مساوی دم میکنن مرتب بعد از هر وعده غذا مصرف میکنن ولاریان یکی یا به نام ولاریان یا به نام ناردین این مهمترین درمان و مهمترین دارو برای مشکلات روحی و روانی و اضطراب و اعصاب و استرس ولاریان پودر میکنیم میتونیم پودر میکنیم تو کپسول 500 میلی گرم یعنی بعد از هر وعده غذا دو تا کپسول 1 گرم دو تا کپسول 500 میلی گرم یا 1 گرم یا 1 قاشق چای خوری در یک لیوان آب جوش دم میکنیم و میل میکنیم این درمان اساسیه این خیلی مفیده برای اونها که خواب ندارن نمیتونن میخوابن استرس دارن استراب دارن دعوا میکنن صداشون بلنده جیغ و داد میکنن اعصاب ندارن تحمل ندارن با هیچ کسی صحبت میکنن مسنن هر نفر آمن بدون هیچ ضرر میتونه هم استفاده میکنه یعنی روزی 3 گرم باید مصرف میکنه ازش خیلی مفیده گل هفارقیون یا گل راعی یا گل شهناز یا عشبت القدیسین یا عشبت القدیس یوحنا اسمش اینم مفیده خیلی مفیده اگر ترکیب میکنن از گل ساعتی والاریان و هفارقیون این ستا ترکیب میکنن میزان مساوی دم میکنن فوق العاده عالی براشون لیمو امانی خود لیمو امانی یا آب لیمو یا لیمو ترش خودش اعصاب آروم میکنه خودش آدم خیلی راحت میکنه یعنی به جای من میرم دنبال چای دنبال قهوه دنبال این چیزه فقط یه خورده دم نوش میکنم یه تیکه یه برش از
لیمو ترش میگیرم میذارم تو لیوان با پوستش، آب جوش میریزم روش، یه 5 دقیقه میمونه، بعدش میل میکنم. فوق العاده عالی برای آرام، برای اعصاب. یه قطره به نام پاسیپی تو بازار وجود داره، میتونه استفاده میکنن ازش. 15 قطره روز صبح و ظهر میتونن مصرف میکنن. 30 قطره تا 40 قطره شبها برای اونها خواب ندارن که خواب ندارن. 40 قطره در نیم لیوان آب معمولا خیلی فوق العاده عالی براشون. قطره هاپیران مفیده براشون. تو بازار وجود داره. تنتور ولاریان خودش وجود داره، بله. میشه استفاده کرد ازش. بوهای مطبوع، خوشبو، همش کل اینها مفیده برای اعصاب. یعنی به جای همیشه گلام محمدی میذارم تو خونه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، گلهای خوشبو میذارم، عطرهای طبیعی خوشبو میارم، روغنهای که حاوی عصاره های طبیعی به منزل میارم. خیلی مفیده برامون، برای اعصاب. برگ غار، ما میگیم بهش برگ غار، یه گیاه، نمیدونم اسمش با فارس چی، ولی برگ غار، ورق الغار میگیم بهش. اگر شما الان عزیزا سرچ کنن میبینن اسمش چیه. بله، اگر که کارگردان محترم برنامه بزرگواری به فرمان اونجا امکانش رو دارن برای ما سرچ بکنن که برگ غار، ورق الغار به قول معروف به عربی، فارسیش چی میشه، انشاءالله خدمت های دکتر عرض بکنیم. ممنونم. بله، عذرخواهی میکنم آقای دکتر. بله، خواهش میکنم. بله، این همیشه در منزل در غذا استفاده میشه کرد ازش. خیلی مفید، یعنی برنج بپزم یه 2 تا 3 تا از این برگ میذارم لای برنج، هم خوشبو، هم خوش طعمه، هم بوی مطبوع میده، هم برای اعصاب، برای آرامش خیلی خوبه. برگ بو آقای دکتر، برگ بو، بله، توی فارسی بله بو. برگ بو، خب استفاده کنن ازش. این برگ دم میکنن، میل میکنن آبش، خیلی مفیده. دود میکنه، یه برگ رو آتیش میذارن، دود میکنن، استنشاق میکنن دودش تو فضا، برای خیلی مفیده، برای همه مفیده. قطره کردن از گل بنفشه، پایه کنجد، روغن کنجد در داخل بینی، استنشاق کردن محکم، قطره میذارم، 2 قطره داخل بینی استنشاق میکنم. کی آی دکتر؟ شب موقع خواب یا در طول روز؟ سه بار در روز مصرف میکنن. بله. این هم اخراج میکنه، اسهال میکنه، خلط بلغمی که جمع شده در داخل مغز. بله، این هم خیلی مفیده. واقعا این چند تا گیاه دادیم، یعنی و چند تا درمان طبیعی و از قرآن دادیم، اگر اتباع میکنن، من الان تو مطبم با اینا درمان میکنم، یعنی اونها که عربی زبان هستن یا متوجه میشن از صحبت های زبان عربی، میتونن وارد میکنن، میبینن چند تا من بیمار داشتم تو یوتیوب وارد میشن، مرکز سین العراقی 2019، یکی ازشون یه خانومه که 7 سال نمیدونه بچهش، نمیدونه چی از شوهرش، اصلا باور کنید به ظرف 1 ماه، کمتر، 2 هفته تا 1 ماه برگشت به حالت طبیعیش. میگه بچه هام کو، شوهرم کو، میخوام ببینم بچه هام، غذا میخوام برم حموم، یعنی به حالت بین 2 هفته تا 4 هفته طول کشید. 7 سال میبرنش پیش پزشکانه و داروهای شیمیایی میدن بهش و روز به روز بدتر و بدتر میشه. یه بیمار دارم، پخش کردم، فیلم برداری کردم ازش، 12 سال این مشکلات جنون داشت. با همین نسخه که الان، نسخه هایی که دادم، با همین نسخه ها درمان کردم. خیلی ها، تقریبا فکر میکنم 10 تا بیمار در ظرف این چند ماه داشتم اینجوری با اینا، این درمان طبیعی و درمان خدایی و برگردن و به حالت طبیعیشون برگشت،
و حتی رفتن سر کارشون و خیلی شاد و حالت طبیعی. بله الحمدلله. الحمدلله. ممنونیم جناب آقای دکتر. ما حقیقتا اگر که دقت بکنیم به زندگانی پیامبر اکرم، ائمه اطهار، اون بزرگواران هم به همین شیوه زندگی کردن. الان آقای دکتر مرتب تکرار کردن، عطر زدن، استفاده از بوهای خوش از سیره خاص پیامبر اکرم و ائمه اطهار بوده، همیشه خوشبو بودن پیامبرمون صلوات الله علیه و آله. و این راه و روش ها راه و روش هاییه که برگرفته از زندگانی این بزرگواران هست. جناب آقای دکترم خیلی خسته شدن، من عذرخواهی میکنم. خب بحث که تخصصی هست، بندم عملا هیچ کاره هستم، نمیتونم هیچ صحبت بکنم و مداخله بکنم. یک حدیث بکنم. هم تو ذهنم اومد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، میگه هر چی اسراف نکنید، اسراف در هیچ چی اسراف ممنوع، در اسلام اسراف ممنوع، فقط در عطر اسراف نیست. یا یک حدیث از پیغمبر، عطر یعنی عطر، نمیگم از این عطرای الان، عطرای قبلا که داشتن همش آثار روغنهای طبیعی، گل محمدی مثلا، اللهم صل علی محمد و علی محمد، گل یاس، گل حفار قیون، اینا هم آثاره های اینا طبیعی، گل خب و ریشه های طبیعی تبدیل میکردن با روغن های طبیعی و به عطر رو استفاده میکردن ازش. میگه همه چیزی اسراف داره، فقط در عطر اسراف نداره. انشاءالله که همگی صحیح و سالم باشن و همچنین شما جناب آقای دکتر از اینکه قبول زحمت کردید تشریف بردید. جناب آقای دکتر، من دیروز که حقیقتا داشتم چک میکردم و سرچ میکردم، دیدم از اخلاط همه رو فرمودید به غیر از یک مورد، خلط دموی رو نفرمودید. درسته. و اون سه نوع خلط رو ما براشون برنامه خاص داشتیم و خلط دموی هم قبلا فرموده بودید که حداقل یه دونه برنامه کامل نیاز داره. درسته. اگر که بزرگواری بفرمایید انشاءالله ما از همین الان خدمت بینندگان عزیزمون وعدش رو بدیم برای چهارشنبه، انشاءالله در ارتباط با خلط دموی هم صحبت بشه که کل اخلاط رو ما به قول معروف هم داشته باشیم آرشیوش رو، و هر عزیزی که خواست انشاءالله از اون برنامه بتونه استفاده بکنه. در خدمتم. انشاءالله روز چهارشنبه قول میدم به شما و به عزیزم. انشاءالله به شرط حیات. انشاءالله. ممنونم از لطفتون جناب دکتر، خیلی زحمت کشیدید. عزیزان بیننده، تکرار این برنامه رو انشاءالله ساعت 10 شب به وقت کربلای معلا، ساعت 10:30 به وقت مشهد مقدس خواهید داشت. راه‌های دیدن مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام خیلی فراوون، از طریق موبایل و لینک و خدمت شما عارضم، اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب، همه اینها رو شما خواهید داشت و توصیه بکنید به عزیزانتون. انشاءالله بیننده مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام باشند، برنامه هایی رو عزیزان دارن زحمت میکشن براتون آماده میکنن، واقعا همش به این نیت هستش که معرفی کننده سیره و زندگانی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، پیامبر اکرم و خواست خدا که خدا از ما چه میخواهد، ما چه باید بکنیم، به چه صورت باید کارهامون رو طوری انجام بدیم که انشاءالله مورد رضای خدا و اهل بیت باشه. انشاءالله ما در خدمت شما هستیم، خدمت آقای دکتر که خداحافظی کردیم. شما رو هم دعوت میکنم که همراه ما باشید تا چند دقیقه دیگه، پارت رسوندن صدای شما به کربلای معلا با اون شماره تماسی که همگی دارید، با ذکر شریف اللهم عجل لوليك الفرج. عيني بجايه
شکر خدا که تو هیئت تو سینه زد شدم اگه گداتم از نوکراتم از کرم امام حسن شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم یا حسین کرب و بلا یا حسین کرب و بلا باز ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنم